60 دبیر داره که همه این دبیرها از آموزگاران اولیه اشاعری خودمون بودن. بنابراین سیستم باید بگم خودکفاست. اینجا دانشترهای اشاعری است. 21 سال پیش تأسیس شده، یعنی 4 سال بعد از ایجاد تعلیمات اشاعر. این 4 سال اول رو ما صرف تهیه اولین آدمهایی از ایلات کردیم که بتونستن در دوره اول دانشترها شرکت بکنن. در سالهای اول این مؤسسه تعلیماتی که برای باسواد کردن بچه های ایلات به وجود آمده، فقط در حدود 60 تا 80 نفر بین این دو رقم نوسان داشت، میتونست دانش آموز بیاره و معلم بپروره. خوشبختانه در سنوات اخیر که توفیق ما به عرض مقامات عالی رسیده، تعداد سالیانه تربیت شونده به 1000 و بیش از 1000 رسیده و امسال 1350 نفر است. همه این افراد از افراد ایلاتن. حتی دبیرهای این مؤسسه بسیار پر افتخار از بچه های مدارس اشاعری بودند. دبستان عشایری در شیراز این دلیل به وجود اومد که از طرفی این اداره کل، کلمه اداره کل امروز دیگه میشده درباره ما صحت بکنه، روزی بنده یک نفره با یک یابو این کار شروع کردم بدون ماشین حتی، و امروز به مرحمت خداوند ده ها ماشین داره، راننده داره، زندگی داره، معاون داره، همه چیز داره. 2000-3000 نفر در شیراز بیتوته میکنن، متصدیان نگهداری این بچه‌ها طفل دارن و این اطفال بایستی آموزش صحیح ببینن، آموزش خوب ببینن و از عهده رفتن به مدارس عالی که بر نمیان، برای این بچه‌ها اینجا خوب با سواد نمیشدن. با این دو نیاز که اولی نیاز دانشترها به یک دبستان آزمایشگاهی خودش باشه از طرفی، و نیاز کارمندان اینجا که بچه‌هاشون به اصطلاح رونقی داشته باشه درسشون و مدرسه خوبی داشته باشن، به این دو نیاز، به این دو دلیل ما این مدرسه رو به وجود آوردیم که ملاحظه فرمودید. ما یه خوشبختی است که آموزش اشاعر فقط به سواد اکتفا نکرده و به امور فنی توجه خاص داشته، و مثلا برای گروه کثیری از دخترها حرفه قالی‌بافی رو از نظر حفظ نقوش و طرح‌ها و رنگ‌های طبیعی ایجاد کرده. ما بعد از دیدن بچه‌های بسیار مستعد مدارس چادری ایلات و باز مشاهده این مطلب که اینا قدرت و استطاعت مالی برای ادامه تحصیل ندارن، اجازه بفرماند و بودجه مرحمت بشه که بنده بتونم یک شبان روزی دایر بکنم در شیراز، که در این شبان روزی فقط بچه های کمپول و پر استعداد رو انتخاب بکنم و 6-7 سال مهمان مملکت باشن و توفیق حاصل کنند برن دانشگاه ها و برای ایلشون، جامعهشون و مملکتشون جامعه شناس، طبیب، افسر، قاضی و مهندس و غیر و زید بشن. کسی که فرزند ایل است بذری کاشت، چکنون درختی است که سایه فراوان دارد. کودکان آن روز ایل اکنون مردان ایل هستند، مردان با خرد و دانش، و کودکان دیگر در راه.